به به. اجاق هم بسیار هنرمندانه اومدن لحظه داشتن وسط بعد خمس بسیار عالی دستشون درد نکنه یعنی تره سوپال میگوده بله اول فصل جون میشه بدونم اینا چیه چیکار میکنیم؟ بله اینجا ما خاک روس داریم گچ و یه مقدار کاه نرمه کاه و گلم این گلم گل زرد همین جای گلایی که رنگ همین محیط همین جا رو داره بله این در واقع یعنی همون کاهگل میشه؟ بله یه کاهگل یه منطقه با خاک سرند و یه کاه نرمیه که برای گرفتن درزا یه به اصطلاح اندود نهاییه برای پرداخت نهایی کاره بسیار عالی این اتاق نیاز به مرمت داره بعضی از کار جاش دارم اینو استفاده میکنم آره و برای ما جالبه که اینا چجوری ترکیب میشن آره ما برای این که رنگه چون من قدیم خشتایی که اینجا میزدن خشت و گلی که استفاده میشد همش از گلای همین جا بود رنگ خشت و ساختمون رو گلا یه حالت زردی داشت خب آره. دقیقا همین این رنگه این رنگ گل همین چه رنگ زیبایی هم داره آره خیلی خوش رنگه بغل چشم اینگه ولی خب بعد که دیگه حالا ماشین و چیزا پیدا شد و از میبود شد گل رس بیاری بیشتر دیگه برای کاهگل اینا چون گل اینجا شن داره برای صاف کردنش ما اینطوری میایم اول گلا رو می‌ریزیم توی این یکی سر ببینید شن داره صاف کردن سخته یه مقدار بعد با این صاف میکنه میتوری ببینید میره تو این و شناش دیگه میمونه حالا این کار دیگه ما برای اندود نهایی انجام میدیم چون حالا به سلیه خورده حجم گلی هم که اینجا هی خورده محدوده دیگه نمیتونیم کل داستانی که ما میخوایم انجام بدیم خشت زدن اونا رو با اون گل انجام بله سعی میکنیم حفظش کنیم بیشتر که اندود نهایی رو با این کار انجام بدیم برگرده به رنگ همون سالهی که من تو بچه گیم میدیدم به 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 آره. یه قدمتی داره این رنگ بله. این رنگ روایتی خودش تاریخه بله دیگه گله در هر صورت بخشی از خونه و سازه و عجیم بود دیگه با زندگی مردم اینجا من کاه هم خیس کردم قبلش که کاه خودش بله. خیس بخوره اینطوری کاه هم بهش اضافه میکنم بعدم دیگه بریم سراغ خاک بچون این خاک الان با آهک یا گچه؟ با گچه هم آهک هم یه مقدار دارم آهک هم یه بخشش رو توی این آب کردم آره. زدم قاطی همین خاک روس و گچ قاطی گچ بله و گل همینجا و گل همینجا آره. که قبلش که رنگ رو بگیره به به اون رنگ به حدی زیباست و
اشباهش به حدی بالاست آدم دوست داره بخوره، یعنی این فکر کنه خوردنیه. آره ملت خوبی میشه. خب بریم تو نهیشه که مخواهیم استفاده کنم. بفهم جام که اینا چه کتیبه میشن چیه؟ بله اینم گلبوریه، اینم با گل رستورس شده توی کارگاه آموزش قبلی که داشتیم، کارگاه گلبوری به ورشاپی بود که بچه اومدن آمادش کردن. این طرح میاد وسط این دیوار اینجا. آها اینو البته با این طرحی که الان بالا هست الگوشه. بله پیاده شده روی بله همین گل. بله که همین تو الان درست کردیم دیدیم درسته. نقاشی تذهیب بهش میگن. تذهیب بله بله. و حالا این یه طرح اسلیمیه به قول معمار، طرحی که خیلی هم استفاده میشه تو معماری تو گچبوری های ما. بله بله جالبه. بله اینو اول روی کاغذ رسمش کردن، بعد یه لایه گلی رو اومدیم روی پلاستیک پهن کردیم روی زمین و این طرح پیاده شده روی اون گل و اینو بلندش میکنیم میشه. آره میاد روی دیوار میشه. بسیار زیبا. الان یک نمونه از در واقع کاهگلکاری رو می‌بینیم دیگه الان. حالا چه در سطح وسیع باشه چه در سطح، ما اکثر کارهایی که انجام دادیم مثل مسازهای پایین که چون کارهای دسته، من خودم بیشتر علاقه دارم که با دست این کارو انجام بشه، یه به قول ما رد دست روش بمونه. الان این قسمت مثلا سازه صفحه که اجرا کردیم، صفحه خشت به سر چوبی گذاشتیم، این قسمتاش رو پوشوندیم، اینا البته همون خاکش هستن که یه بخشی از سیمان اضافه کردن بهش. دلیلش هم اینه که موریانه داریم ما اینجا. این ما با این کار که سیمان این قسمت اضافه کردیم زیر چوبا، یه فاصله انداختیم بین گل و چوب که موریانه نتونه ازش رد شه. این هم به حال بحث کلیدیه، یعنی شاید دیگه حال حداقل کاری که تونستیم بکنیم که حداقل ارتباط چوب و خاک رو قطع بکنیم. بله این بوده. و این الان این نمای روی این رو میخوام با همین گلا بپوشونم. بسیار عالی. یکی از چیزایی که بد نیست من اینجا براتون بگم، مثلا تو کارگاه آموزشی که داریم، ما کارگاه معماری گلی و خاکی برگزار میکنیم اینجا، دورایی میذاریم ورکشاپ که بیان حالا بچه هم بحث ساخت رو داریم بحث آموزشش. بله. همکاری میکنن تو ساخت سازایی که داریم، هم تئوریش عملیش برای توی کارگاه واقعی قرار میگیرن دیگه. اتفاقی که اینجا میفته اتفاقی که میفته برای یکی ساختمونی که در حاله. بله میان تو دل کار دارن، نمایشی نیست که مثلا نمایشی یه چیزی بسازیم و خرابش بکنیم. این واقعی بودن کارگاه خیلی جذابه برای بچه‌ها.
ضمن اینکه کاری هم که مثلا هدف خود من همه انجامش میدم اینه که بیشتر دنبال ساده سازی هم. الان این همین ردیفو که ما بریم تا آخر با این یه دست میشه خیلی زیبا شده خیلی با اصلا جای دستم بمونه چه اشکال داره که جای دست خود رو دوری دیواری که داری چیز زندگی میکنیم باشه اون طبیعت و اون نترال بودنش و طبیعی بودنش و واقعی بودنش حال من هیچ معماری رو در واقع زیر سوال نمیبرم حالا چه معماری های غیر ایرانی و چه من ولی تاکید دارم که ما خودمون معماری داریم و ما خودمون مشخص های فراوانی داریم برای معماری و به درستی استفاده بشه هم زندگی سازه هم روحی سازه و هم انسان آرامش خوبی داره توی این معماری های اصیل شعر معروفی که هر کسی کور دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش باید مواظب باشم قبلی زیریش آره ولی از نظر من همون هم زیباست اشکالی نداره چون ما یه خونه روستایی اصلا طبیعت خونه گلی همین زنده بودن و سادگیشه رسیدگی هایی که نیاز داره یعنی ساختمون گلی علت این که الان دیگه مثلا سمتش نبرن اینه که نیاز به نگهداری داره بله مادر آقا این از من چایی بیارم بردیم چایی بردی دستت من بیارم میه مخورم ماما دمت نکنم سلام سلام باید شما خوبه به 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 خیلی خوش اومد دیگه این چایی چایی با خونه خیلی خوب شد اونجا جا رفت گرفتی اونجا خواهد دیگه این کلت هم پیستم خوبه این بچه هم به اومدن خراب کاری که نقیقه اونجا درست کردیم کجا خواهد بکردن اینه اومده زیره کارش بود بچه کار درستن که زن گذاشتن پایی مادر کجا بودن که؟ یه اونجا شکسته گذاشتن پایی زیره کارشون خوب نبوده درستشون خوب اونجا خوب خراب کردن میچه دیگه دستان تا سر کار نمیشه بشوری صبح که رفت تو گیر تا غروب تو گیر من بگم یه تیکه از اون گیرم باید باچی این چایی بشه خیلی من اینطوری میگیرم اگه شانست بود و افتادیم گیر خیلی خوشمزه تر میشه چون من همینطوری هم میزنم این الان دیگه ظرافتکاریاش باز انجام میشه این دیگه بله قسمتی کار گلبریه مربوط به کارگاه آموزش که دور قبلیه که انجام شده بود ولی خب به خاطری که زیر کار مناسبی نداشت کنده شد و یعنی دیدیم ترک خورده داره چیز میشه ورداشت ولی الان دوباره با همین گله زدم و چسبوندمش
این هم یک گلبوری سادهی برای اتاق یه تزیینتی داشته باشه. کاری ما روش انجام نمیده، در حدی که تمیز بشه یه تزیینات ساده یه دیگه گلبوری کار به دست بیاد بالای این پنجره. بله چوبی نمیشه. به چند قسمت تقسیم شده که بایستی دوباره تیکاشو بذاریم سر جاش و تمیزش کنیم. تیکاش شکسته. بله. زیریش الان میاریم بذاریم سر جاش. دلم به چسب اینجا باید خشک بشه بعد کار روش انجام بشه. نه دیگه تمومه دیگه، این دیگه کارش تمومه. خب اصل کنه این گله که ترک نخوره گله، ولی خب دوراش الان دوباره با یه تراشی بدیم. آره تمیزکاریش دیگه در میاد مثل اون یکی میشه. همش اینجا صحبت از ام رباب بود. نم ام رباب به به میبینیم که اونجا هم بسیار هنرمندانه کار مهمونامونه. مورد مهمونه مهمونامونه است. به 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 زحمت کشیدن زهرافانو چیه آلفم؟ مرغ حالا به روش زهرا خانم دیگه خورش درست کرده برای ما. امروز غذای سنتی بهتون ندادیم. نه اینم سنتیه. اونجوری و رو آتیش و نه بسیار زیبا. دیدی که من مشغول کارم. این اجاق این اجاق گازم هم حکایت هم آتیش رو داره. قبول می‌کنی؟ یه جورایی مستاجی. خدمت و خب حالا فقط بردنش من میتونم سنتی ببرم برات. اینم تمام ادویجاتیه که یعنی یک دو رقم نیست دار 20 رقمه و میبینیم اینجا یه چیزی درست شده اینجا. به به ولی خب این چندتم یک تو یزد داشتیم همین بود یه تیکه چوبی که آویزون میشد غذا میذاشتن تو. خب این شما چجوری داستان گفتی اینو این در اصل حالا ما دو هم میشهید کاربلی چند تره بشتاد هم با امان روز استفاده کردیم دوام سریم. آره جالبه. در اصل ببینید این سوراخ گردی اینجا دو تا یه همچین شکل به اضافه هست، یکی این ور قرار میگیره ایستاده، نه اینطوری ایستاده، یکی هم این ور و یه لوله یه چوب دیگه وسطش هست بهش میگیم چرخ چاه. آها چرخ چاه. اینا از چاه دلو خاکو میکشیدن بالا و موقع چاه کنی روی قنات ها بود زمان شما اینا از اتفاقا خیلی بزرگن و مخصوص قنات کنی بوده، جای چاهی کوچیکتر چرخش کوچیکتر. ما استفاده در واقع لوست ازش کردیم ولی فلسفه این هشت چوب آویزون شده در منطقه یزد گفتن چنته. چنته آره. بله. حکایتی که چی تو چنته داری هم همین بود. دلیدن. اگه مهمونی میومد که میرسید مثلا از راه میرسید میگه خب بیا رو ببینیم چی تو چنته داری، که انگار مثلا گرسنه بود یا غذای چیزی میخواد. معمولا باقی مونده غذا اینا همیشه یا میوه چیزی میذاشتن توی چنته و یا حالت چهارگوش سبد مانند آره. بود که فکر کنم از آسیب حیوانات خونگی هم
محافظت میشد دیگه از گربه و موش و گربه و بله باقی مونده غذا. حالا بچه های شیطون مثلا دوباره میامدن و میداشتن وسط ورده خراب میکردن نمیمون در ورده مثل ما مثلا این دستمون میرسید یه جایی حتما میخوریم یه خرابکاری میکردن. سفره بسیار زیبا و سنتی امروز بکنم یک غذای ابتکاری با مرغ و میتونیم ببینیم با سیب زمینی و ادویه های مخصوص اینجا خوراک جوجه است دیگه جوجه خوراک جوجه حالا این جوجه هم میشه به سیخ کشید و هم دیگه ابتکار خورشتی درست کرد مهمونامونه یه زهر خانم هست مهمونامونه ولی ما ازشون کار میکشیم دستشون درد نکنه. امروز ما مهمونه ایشونیم. چه بشقابای خوشگلی. بله بشقابام خورشید خانم طرح یعنی طرح سفال میگوده. بله خورشید خانم سفال میگوده. بله ثبت شده هم هست ثبت میگوده شده. آره این سفال میگوده که به هر حال خیلی معروفه. اینم بشقابایی که ازش ساختن و در واقع ثبت ملی شده. خیلی قدیمیه این طرح خورشید خانم داشته خورشید داشتیم و اینا رو هم بهش میگن مرغ و ماهی. مرغ و ماهی مرغ و مرغ هست و ماهی هم حتی ما داشتیم که الان دیگه کمتر استفاده میشه. یعنی اینم قدیمیه درسته؟ بله بله اینا طرح خیلی قدیم هست و پلای قدیم از قدیم بودن. بسیار عالی. خب بفرمایید که سرد نشده.